بشینید.
عزیزان اگر شیطان کنیم که تمام شد مجلس رو کل گره داداش یک لگه خیلی بعد سلام خدمت یک آیک شما داداش داداش احساس مسئولیت شما داداش 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 بشین کلگی شما و احساس مسئولیت دارید در قبال مملکت عزیز خود شما و در مقابل مردم مظلوم خود که طالبان احساس شده در مقابل اونها شما آمدین که مظلومیت اونها را به جهانیان برسانید. واقعا جای تقدیر و تشکر است از سرای شما عزیزان. ببینید بزرگوارا ما و شما آمدیم اینجا که فقط مظلومیت خود به دنیا نشان بدیم. نه خدای نکرده ما با طالب مشکل داریم، نه با اشرف غنی مشکل داریم، نه با هیچ کسی ما مشکل نداریم. ما با افکار طالبانی مشکل داریم، ما با کسایی مشکل داریم که مردم ما و شما رو به درد و رنج انداختن. ما نه با طالب مشکل داریم، نه با اشرف غنی، نه با کشورهای دیگر. پس ما و شما هدف مانیه که مردم ما و شما در یک رفاه، در یک آسایش، در یک آرامش زندگی کنن که خدای ناکرده خدای ناکرده باز تکرار نشه که مردم ما و شما از جان خود سر بیاین، خود در هواپیما، در بیرون هواپیما محکم بگیره که از زیر استثمار طالبان به خود خودش دور کنه. خب شما واقعا این افکار رو دیدید، این صحنه های دلخراش رو دیدید که مردم ما و شما ببین با چه مشکلات، با چه بدبختی های خودش از داخل مملکت داره بیرون میکنه. پس ما و شما مشکل با هیچ کسی نداریم، مشکل با کسایی داریم که مردم مظلوم ما و شما را به کشتار میگیرن، مردم مظلوم ما و شما را زمین گیر میکنن و از مملکت فراری میدن. پس ما و شما با هیچ کسی مشکل نداریم، ما و شما فقط آمدیم که مظلومیت خودم به جهانیان نشان بدیم. پس خدای را کرده این تشنج، این تفرقه و این همه خدای را کرده مشکلاتی که برای شما به وجود میاد حواستون رو جمع کنید و دنبال چهار تا آدم جاهل نباشید خدای را کرده که یک مشکلاتی سوی برای شما به وجود بیاد. زنده باد افغانستان. نه نه شاید چیز نبود باشه. فرما با آقایون عزیز یک دقیقه سکوت رعایت کنید. بیشتر شکمه کنید یک صحبت کوتاهی اینجا قرار ما انجام بدیم و بعد این همبستگی با افغانستان بشین. نه بدن مردم اول تسلیم بریم. سلام به همگی، سلام به همگی عزیزان، خانم ها و آقایون عزیزی که امروز به همبستگی افغانستان شرکت کردن تا ما بتونیم صدای افغانستان، صدای جوانان، صدای مردم بیگانه افغانستان به کل جهان برسانیم. امروز من میخوام اعتراضا، اعتقادا و احساسات خود را بگم و همچنین میخوام همدردی خود خود را با مردم عزیز و رنگینه افغانستان بیان کنم. امروز ما با جمعی از همبدنهای عزیز و مشارکت افراد انسان دوستی که مشتاق برای همدردی با افغانستان هستند حضور داریم و میخواییم صدای افغانستان را در گوش جهان برسانیم. میخوام بگم که برای خواسته های قلبی خود رو باید وایستیم، باید فریاد بزنیم. ما
اینجا صدای مردم بیکونای افغانستان است که قربانی بی‌کفایتی رئیس جمهور و دولتمندان افغانستان شده. ما اینجا صدای جوانای فعال و بر حس اطمینان و اعتماد حتی انگیزه ایشان هم از دست دادن. جوانان افغانستان به جای حس تلاش و تحصیل و پیشرفت سرشار از حس ترس هستند. ترس از کشته شدن، ترس از زندگی آینده در افغانستان، ترس از نابودی آرزوهایشان. امروز ما صدای دخترهایی هستیم که صدای گریهشان وقتی در زور از خانه بردن شدن در گوش هیچ کس نمیرسید، هیچ کس در دادشان نمیرسید. ما صدای بیگناهایی هستیم که در افغانستان در فقر و گرسنگی میجنگن، با مرگ دست و پنجه نرم کنن و تنها دولتمندان افغانستان که با جیبی پر از منافع کشور پا در فرار میکنن. در هر جهان هر شخص دارای هویت است. در هر کشور رئیس جمهور حکم پدر دارد و وقتی که یک رئیس جمهور بدون توجه به هیچ چیز مردم خود خود توی جنگ و توی بدبختی رها میکنه، دیگه اون مردم، دیگه اون جوانان در کی میتونه اعتماد کنه؟ در کی میتونه اعتماد کنه تا بتونه آیندهشان رو بسازن؟ در کی میتونه اعتماد کنه تا بتونن برایشان کشوری امنی بسازن؟ اینجا امروز ما خواستار آزادی افغانستان هستیم. ما سیاستی که حقوق زنا و دختران افغانستان را پایمال کنه قبول نداریم. ما نسل جوانان افغانستان دوست داریم در عرصه های مختلف کشور پیشرفت کنیم. ما سیاستی که هیچ توجهی در پیشرفت و تحصیل جوانان نداشته باشن را قبول نداریم. در سراسر جهان انسان ها از نظر رنگ، پوست، طایفه، کشور، مذهب متفاوت هستند. پس طرز فکر انسان ها باید جدا از تفاوت ها باشه. ما سیاستی که جاهلیت گسترش میده قبول نداریم. از نظر طالبان این گونه یه که زن بودن در افغانستان ممنوع، انسانیت در افغانستان ممنوع. شما میتونید زندگی کنید ولی نه اونجور که شما دوست دارید. شما میتونید زندگی کنید اونجوری که ما دوست داریم. ما جامعه که سیاست های آدم ها اجازه زندگی کردن نمیده رو قبول نداریم. ما سیاست های طالبان رو قبول نداریم. قبول نداریم. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. تشکر میکنم از تمام کسایی که زنده باد ملی ملی زنده باد. از تمام کسایی که در این همبستگی، در این همدردی مشارکت کردن، ما را همکاری کردن. Thank you all people to participate with us. Thank you so much. Thank you.
Flying mode. یک لحظه بیشین این انگلیش سیت داون ببخشید وقت شما را زیاد گرفتم، ولی اگه امکانش هست سکوت کنید، ما یک دکلمه‌ای را به زبان انگلیسی هم بخوانیم تا مردمای دیگه هم درکی از این تظاهرات و همبستگی و همدردی ما با ملت افغانستان داشته باشیم. بچه ها بشینید. Hello everybody, I'm one girl from Afghanistan. I want to say my protest and feeling today. Also, I would like to express our solidarity with the oppressed people of Afghanistan. Today, we are present with the participation of our dear people who are eager to show solidarity with Afghanistan. We want to shout the voice of Afghanistan so that the whole world can hear it. We want to say that we must stand for design and feelings of the hurt. We are here the voice of the sinless people who fell victim to the president and the government of incompetence. Here, we are the voice of young people who are ancient to trust and confidence, and also they lose their motivation. The youth of Afghanistan are full of fear instead of progress, education, and effort. Fear of being killed. Fear of the future in Afghanistan. Fear of destroying their dreams. Today, we are the voice of the include people who are in poverty and hunger and are struggling with this. In the whole world, every person has an identity. Every person has a badge. In every country, the president is like father. It's a big family. And when a father tells his family, who else can we trust? Who do we can? We hope we'll build a safe country for us. So that we can build a future. We want the liberation of Afghanistan. We don't accept the policy that violates the rights of our girls and women. We, the young generation, want to progress in various fields. We don't accept a policy that pays no attention to the education and development of the youth. We don't accept a policy of the Taliban. We don't want Taliban. We want to say Afghanistan is not alone. We want to say we are the voice of Afghanistan. Zindabad Afghanistan! Zindabad Afghanistan! Zindabad Afghanistan! We want the freedom for Afghanistan. We want the freedom for Afghanistan. We want rights for women and girls. We want freedom. We want freedom. We want freedom. Thank you so much for all guys that support and help us. Thank you so much for all young and boys and adult people. Thank you so much. All.
عزیزان بزرگوار، یک لحظه سکوت کن، یک لحظه سکوت کن. ببین بعضی خواهرها معترض بودن، میگه که شما چرا مثلا گفتیم که ما با طالب مشکل نداریم. ببین عزیزان بزرگوارم، ما با هیچ بنی بشری مشکل نداریم. ما هر چی مشکل داریم با افکارهای فاسد و فاشیستی مشکل داریم. فقط همین، ما نه مشکل با اشرف غنی داریم، ولی با فرار اشرف غنی و با خیانت اشرف غنی ما مشکل داریم. ما ببین با طالب مشکل نداریم، ما نجات پرست نیستیم، ما فاشیست نیستیم، ما با افکار طالب و با خیانتهای طالب مشکل داریم. ما با دسیسه‌های طالب و با کشتار طالب با اینها ما مشکل داریم. ما در مجموع خدای ناکرده برای این نیامدیم اینجا که ما بیایم دیگران منفور اعلام کنیم و خود خوب. هدف ما این است، هدف ما اینه که آقا پیام خود برسانیم به همه دنیا به اندازه توان خود ما و شما، که ما با افکار طالبانی مشکل داریم و ما با خیانتها و سربریدنها و قومگرایی‌ها و نجات پرستی‌ها و فاشیستگری‌های طالب و همچنین اشرف غنی ما مشکل داریم. ما از خود اشرف غنی هم بسیار گلایه‌مندیم، به خاطر اینکه مملکت را با دو دست خود تحویل طالبان داد. طالبانی که نامه اعمال سیاهشون در سال 2001 مشخص بود. ما با افکار طالبانی مشکل داریم، نه خدا اینا کرده با خود طالبان. بعضیا یک مقداری بد برداشت کردن، میگن شما میگید که با طالبان مشکل نداریم. ما با طالب، با افکار طالب مشکل داریم، با خود شخص طالب که یک تعداد از انسان ها باشه ما مشکل نداریم. زنده باد افغانستان. به احترام سرود ملی افغانستان دست به سینه و با احترام میرسیم. پرچمای افغانستان بالا کنید. این پرچم نشانه هویت ما است. تمام.
Yeah. 1 minute, 1 minute. 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 1 minute.